اونچه که به آقای پهلوی تعریف کردن و عمل کرده که در همین مدت کوتاه دولت آقای روحانی از خودش نشان داده. من هم درود میفرستم به مهمانان گرامی، خسته نباشید میگم به شما و درود میفرستم به مردم عزیزمون، اونایی که صدای منو میشنون و احیانا تصویر منو دارن. همونطور که اشاره کردید من 4 سال از حبسم گذشته و 4 سال دیگه دارم و اینک در مرخصی مشروط هستم. البته این شرطم در واقع شکسته شد، این شرطش سکوت بود و من پس از حدود 1 سال اولین مصاحبه است که دارم انجام میدم. صدای منو دارید که؟ بله آقای تبرزیدی بفرمایید. بسیار بله و اجازه میخوام که در همین بخش اول صحبت یادی بکنم از دوستانی که در زندان ها هستند، در حصر هستند و به ویژه پس از جنبش سبز سال 88 بسیار گرفتار شدن و نیز یاد بکنم از ستار بهشتی که متاسفانه به ناحق کشته شد و بعد هم پروندهش رو مخدومه اعلام کردن. امیدوارم که انصاف و عدالت ایران یک روز حاکم بشه و ما از این گاری ها نجات پیدا بکنیم. در بحث از منافع ملی من معتقدم که به قول اهل منطقه و فلسفه ما بحث انتزاعی نکنیم. بحث های انتزاعی یعنی بحث های کلی مفهومی که به واقعیات موجود هم توجهی ندارن. اون تعریفی که شما در قسمت اول کردید در واقع روی کرده پراگماتیستی به منافع ملی و روی کرده ایدئولوژیک یا فرقه‌ای و سکتاریستی که دو روی کرده متفاوت هست. خب منم معتقدم به روی کرده پراگماتیستی همطور که در بحث شما با جناب رضا پهلوی هم بود. اما بحث منافع ملی ما بحث کلی و مفهومی نیست. در واقع میدونیم که منافع ملی از حاکمیت ملی جدا نیست. اگر که قرار هست منافع ملی به آن معنا که صرف نظر است در واقع نژاد، مذهب، جنسیت و تفاوت‌های طبقاتی و صنفی که بین بخش‌های مختلف یک اجتماع وجود داره صرف نظر از اینها اون در واقع مخرج مشترکی که گرفته می شود به عنوان منافع ملی، چیزی که تأمین کننده حد اکثر رفاه، حد اکثر امنیت، حد اکثر آزادی و حد اکثر بهداشت و آسایش و آموزش برای یک ملت صرف نظر از اون تقسیم بندی ها باشه، اینا قطعا از طریق یک حاکمیت ملی اعمال خواهد شد، نه یک حاکمیت ایدئولوژیک یا فرقه یا سکتاریستی. متاسفانه ما الان مشکلمون در این نقطه است. یعنی وقتی که یک بحث برون کشوری انجام میدیم، بیرون از ایران صحبت میکنیم، به سیاست خارجه مطرح میشه، اونجا دیگه بحث های مربوط به دولت و حاکمیت ملی با حاکمیت ایدئولوژیک و فرقه ای تفکیک نمیشه. میگن آقا ایران با مثلا لیبی، با امریکا، با انگلیس، اینا هر کدوم سهمی از منفعت جهانی دارن که بستگی به تلاش و قدرت و امکانات و تدبیرشون میتونن از اون استفاده بکنن، که انو یک میزیست، یک سینیست، در اون امکانات چیده شده، هر دولتی میتونه متناسب با توانمندی خودش از اون برداشت کنه. این در ارتباط با مسائل بیرونی مطرح میشه. در ارتباط با مسائل داخل کشور به نظر من ابتدا میبایستی که حاکمیت ملی باشه، یعنی یک حاکمیتی باشه که از طریق دموکراسی و حقوق بشر، نه استصوابی، نه انتخابات که مثلا 4 تا پیش 6 تا رو شورای نگهبان گزینش میکنه، از 700 نفر میگه از این به این 4 تا یکیشو شما انتخاب کنید، مردم هم حالا بخشی از مردم تحریم میکنن، بخشی از مردم هم از روی ناچاری میگن بین بد و بدتر، ما بد انتخاب میکنیم و به اون رأی میدیم. بنابراین اینجا دیگه حاکمیت ملی نیست. حاکمیت ملی رو باید احزاب، گروه ها، سازمان ها، انجیو ها، تشکل ها از پایین، از بیس پایین، از کف جامعه اینها شکل بدن تا برسه به بخش های مختلف قدرت. وقتی که حاکمیت ملی بود، یعنی منافع مردم رو در نظر داشت، رضایت مردم رو داشت، توزیع قدرت بود به شکل عادلانه بین همه احزاب و سازمان‌ها و نهادها
قطع نظر از اون تفاوت‌هاشون، در اون صورت ما میتونیم بگیم خیلی خوب، ما با یک حکومت ملی، حکومت مردمی، حکومت دموکراتیک که صرفاً و صرفاً منافع ملی رو در نظر میگیره در تعامل جهانی و در رابطش با سایر دولت‌ها، وقت ما میتونیم بحث رو انجام بدیم. آقای طبرزاده، یه نکته نمیدونم صدای من رو میشنوید. ببین من چون گفتید بحث عملگرایانه باشه و بتونیم مصداق داشته باشیم برای صحبتمون، آقای روحانی به نظر شما دولت آقای روحانی در همین مدتی که در این چند ماه گذشته، آیا شما نشانه هایی میبینید که نیروهای سپاه، بسیج و بخشی از جریان های تندرو رو اونها به عقب بزنن در حوزه حتی داخلی؟ ما در بحث بین الملل که حالا بحثش گفتید که جداست ولی متاثر هستن، نمونه های بخش متعددی هست از وزارت نفت که خب بالاخره حداقل دو وزیر قبلی رسما فرماندهان پیشین سپاه بودن و الان تلاش میکنن حداقل برگردونن به افرادی که تخصص بیشتر دارن. در بحث رقابت سپاه با بخش خصوصی نکاتی است که موضع‌گیری کردن. آیا اساسا هیچ زمینه شما میبینید که دولت آقای روحانی که به هر شک فارغ از اینکه انتخابات چه مسائلی داره 18 19 میلیون رأی پشت سر خودش داره، داره به اون سمت حرکت میکنه تا بتونه بخشی از منافع ملی رو تامین بکنه؟ منم نتیجه کار رو باید ببینم جناب بهخوانپور. ما نمیتونیم به صرف این که بله الان میتونیم بگیم آقای دولت روحانی برخلاف دولت احمدی نژاد که به طور کامل همه نهادهای تصمیم گیری و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رو در تحویل نیروهای نظامی و امنیتی و اینها داد، آقای روحانی اعلام میکنه که من میخوام مثلا بگیرم. البته ایشون هم در صحبت‌های اخیرشون گفته بودن ما کارهای کلان رو نباید از سپاه بگیریم و گفته بودن نباید سپاه رو محروم کنیم و نمیتونن هم این کار رو بکنن. تفاوتی که با احمدی نژاد دارن اینه که احمدی نژاد با صراحت میگفت و تحویل میداد. خوشبختانه آقای روحانی، البته من میدونم آقای روحانی دلش میخواد که روند دیگری رو در پیش بگیره، اما اینکه موفق هست یا نیست این رو ما بایستی که در انتها ببینیم. به نظر من دولت آقای روحانی در این مقدار موفق بودی که فضای تقریبا نه دقیق فضای تقریبا امیدوار کننده برای طبقات گوناگون اجتماعی به وجود بیاره. اما متاسفانه ما چون تجربه 8 سال دوره آقای خاتمی رو داریم و بعد از اون به اصطلاح آنتیتز دولت آقای خاتمی که در درون همون دوران رشد کرد و احمدی نژاد و دارو دستش شد، خیلی نمیتونیم خوشبین بشیم. ما باید صبر کنیم ببینیم مثلا بعد از حالا این 100 روزه اول که اتفاق خاصی نیفتاد، باز من تاکید میکنم تا حدودی فضای ایجاد شده، همین مقدار که الان من با شما دارم صحبت میکنم شاید به همین دلیل آمدن دولت آقای روحانی و اون 18 میلیون رای بود که آقای سعید جلیلی نیومد. اگر آقای سعید جلیلی اومده بود قطعا من الان نه تنها نمیتونستم صحبت کنم، قطعا زندانم بودم و خیلی از دوستان دیگری که فعالیت هایی دارن در مطبوعات یا صحبت میکنن یا NGO ها و یا تشکل های مختلف. بنابراین اون چه که اهمیت داره جناب دهخوانپور، ما به صورت نقطه‌ای و به صورت مقطعی نمیتونیم نظر بدیم. شما در صحبت قبلیتون با جناب رضا پهلوی این بحث رو مطرح کردید که خیلی خوب، همین الان شما اطمینانتون از این که جنگ نمیشه و تحریم و برداشت نمیشه بیشتر شده، آیا شده یا نشده؟ شما در واقع میخواید به نحوی از ایشون یک تاییدی بگیرید. من میخوام به شما عرض کنم که اصولا بحث جنگ مطرح نبود وقتی که دولت امریکا و کشورهای پنج به علاوه یک بارها و بارها تاکید کردند که ما از دیپلماسی استفاده میکنیم و بحث بله صدای منو دارید؟ بله بفهمید. بله و بحث تحریم ها رو به واقعا هم حالا من نمیتونم ابراز خوشحالی بکنم که این تحریم ها نتیجه داد علیه رژیم، برای اینکه این تحریم ها اصلا نباید می بود و مقصر اصلی هم دولت جمهوری اسلامی ها. چرا باید اون گونه رفتار میکرد که این تحریم ها به ملت ایران تحمیل بشه؟ اما من میخوام این رو اشاره کنم که اصولا بحث جنگ مطرح نبود، بحث تحریم ها بود. تحریم ها هم برخلاف نظر آقای احمدی نژاد که میگفت کاغذ پاره ایست به نتیجه رسید و شما دیدید که دولت روحانی آمد گفت خیلی خوب حالا تحریم ها به نتیجه رسید، از بالا اجازه گرفت آمد این مذاکرات رو انجام داد. ببینید ما نهایتا، من یک فعال دموکراسی خواهی و حقوق بشری هستم همونطور که اون دو مهمان گرامی هم همینطورن، ما دیپلمات که نیستیم و بخوام در چارچوب سیستم جمهوری اسلامی اینجا صحبت بکنیم. از منظر یک آزادی خواه، یک دموکراسی خواه، یک فرد ملی طرفدار حاکمیت ملی ما صحبت میکنیم و به همین دلیل معتقدیم تا وقتی که ما بهبود شرایط
حقوق بشر، دموکراسی، اقتصادی در داخل کشور رو نبینیم، نمیتونیم بگیم قرارداد به نفع ما بود یا نه. برای اینکه اصلا این قراردادهایی که بسته میشه، همین 4-5 میلیارد دلاری هم که به واسطه همین توافق ژنو حاصل شد در بودجه کلان کشور، این به ملت نرسید و همین دلیل شما دیدید نمایندگان خوزستان استعفا دادن، بعد از اون نمایندگان کردستان دیروز دیدم یا امروز که گفتن استعفا دادیم برای اینکه در بودجه سهم اونجا رو در نظر نگرفتن. این مسائل در هم و با هم است. بایستی که به شکل واقعی و عینی ببینیم که پس از مدت یک سال یا دو سال آیا دولت روحانی در واقع قادر خواهد بود جدا از اراده حاکم و جدا از قدرتی که در 35 سال 20 سال گذشته حاکم بوده، آیا قادر خواهد بود به اندازه مثلا چند گام به سمت منافع ملی، دموکراسی و حقوق بشر پیش بره؟ در اون صورت میتونیم داوری کنیم. دقیقاً همون نکته بحثم هم دقیقاً همین هست. پرسش اینه که آیا دولت آقای روحانی داره به سمت در واقع تامین منافع ملی حرکت میکنه؟ اون جهت رو با همین مدت کوتاه داریم نشانه هاش رو ارزیابی میکنیم که تحلیل شما رو شنیدیم. به شما برمیگردیم آقای تبرزاده. آقای اوسانلو بشنویم واکنش شما رو به اون چه که عنوان شد. ببینید توی گزینه هایم که ما در فیسبوک افق داشتیم، ابتدا برنامه دیدید و شنیدید که اکثریت کاربران گزینه بهبود وضع اقتصادی رو به عنوان مهمترین فاکتوری که میتونه منافع ملی رو تامین بکنه در شرایط فعلی انتخاب کرده بودن. حتی بحثشون در مورد حل مسئله هسته‌ای یا مسائل مرزی و اینها حداقل کاربران فیسبوک افق نبوده، اکثریت اعتقاد داشتن که باید به اقتصاد و بعض معیشت مردم رسیدگی کرد. آیا همین توافق هسته‌ای، همین رویکردی که ما الان شاهد هستیم در همین مقطع کنونی، صحبت از این نمی‌کنیم که 6 ماه، 1 سال یا 2 سال دیگه ممکنه چه اتفاقاتی بیفته، برای اینکه فاکتورهای زیاده، در همین شرایط فعلی آیا به سمت تامین منافع ملی حرکت کرده که ثبات نسبی در بازار ایجاد بشه، حداقل مردم احساس بکنن دلار هر روز 100 تومان 200 تومان بالا نمیره، یا بورس یه رونق نسبی پیدا بکنه، شاید سرمایه‌گذاری خارجی دوباره افزایش پیدا بکنه، روی وضعیت کارگران بتونه تاثیر بهتری بگذاره؟ ممنونم از دعوتتون. بعد سلام بدم به مهمانای عزیزتون و یک عرض ارادت خاصی به آقا حشمت داشته باشم. ما همبند بودیم، هم سفره بودیم توی زندان. آقا حشمت با برادر من افشینم بعد از اینکه منو از زندان آوردن بیرون به ناچار هم سفره و همبند بود و خوشحالم که اینجا میبینمش بعد از این همه وقت و اینکه به ایشون ادای احترام میکنم، به عیسای سحرخیز و به اون عزیزانی که پروژه لگام، کارزار لگام، یعنی به معنای گام به گام برای لغو اعدام در کشور رو ایستادن پاش و شجاعانه دارن این مصاحبه ها رو میکنن، مثل آقای ریستانا، علیرضا جباری، آقای ملکی و مادر عزیز شهید سهراب عرابی و بقیه اون عزیزانی که در این ماجرا وارد شدن. به این دلیل من در مقدمه این صحبت رو میکنم که اگر دقت بکنید این افرادی که الان اینجا توی این همین مصاحبه تلویزیونی شما هستند، از طیف‌های مختلف اجتماعی هستیم ما و از گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی و نگاه‌های مختلف اجتماعی که خوشبختانه با این هنرمندی شما و دور یک میزی جمع شدیم و میتونیم از منظر انسانی و انسانیت و ملی‌گرایی و انسان‌گرایی وحدت نظر داشته باشیم بر اساسی ترین مسائلی که الان همه ما با اون درگیر هستیم به عنوان ملت ایران. پس منافع ملی رو من از همین نگاه بهش میخوام بپردازم که اول این منافع ملی پس میشود منافع اکثریت مردمی که در یک کشور زحمت میکشند، کار میکنند، تلاش میکنند، میسازند با هر شغلی که دارند و با هر نوع کاری که انجام میدن، یدی و فکری، هنرمندان، پرستاران، آموزگاران، کارگران، کارمندان و حتی نظامی ها و انواع و اقسام کسانی که حضور اونها در اون مراکزی که وجود دارن به آرامش، به تأمین زندگی، به آسایش و ایجاد شادمانی و حرکت به سوی آینده و پیشرفت بهتر همشون با هم دارن تلاش میکنن. این میشه تعریف از به نظر من یک ملت. و ملت کسانی هستن که منافع اونها گره خورده به میزان سطح آزادی هایی که دارن، آرامشی که دارن، امنیتی که احساس میکنن و سطحی از برنامه‌ریزی و توجه به نگاه اونها در پیشبرد اون سیاست های کلانی که یک کشور به پیش خواهد برد. من اولین بحثم رو میذارم روی میزان آزادی ها در هر کشور.
هر چقدر بیشتر و واقعی‌تر و تعریف شده تر باشه و به اون معنا باشه که آزادی یک دیگر رو سلب نکنیم و صدمه نزنیم، اون وقت گشایش پیدا میکنه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و به وجدان انسانی و اون نگاه اجتماعی که هر فردی یک جزی از کل بزرگ جامعه است و انسان در مجموع جمعی بودنش است که معنای انسان رو پیدا کرده و در طول تاریخ به اینجایی رسیده که حالا بایستی در چارچوب یک ملت یا چارچوب انسانهای روی زمین، مثلا به عنوان یک نهاد بین المللی، سازمان ملل متحد یا سازمان جهانی کار، نهادهای بین المللی که هر ملتی از طریق اون دولتهای خودش در این نهادهای بین المللی حضور پیدا میکنه و در اونجا از منافع اکثریت این مردم و همه این مردم به نوعی، اگر اون دولتها دموکراتیک باشن و نماینده واقعی مردم از کف جامعه باشن، یعنی اون آزادیها، اول آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی وجدان، آزادی تغییر دین، آزادی دگراندیشی، آزادی دگرباشی، آزادی انسان بودن. ببینید اون چیزی که به نظر من به لحاظ فلسفی دینی، حالا من بهش نگاه میکنم چون توی جامعه هستیم، همه ما دینی بزرگ شدیم، خود به خود با این چیزها از بچگی آشنا شدیم و شنیدیم، نه به عنوان یک متخصص یا آیت الله. من اونجوری که تو کتابای مثلا آقای شریعتی در دوره جوانی و نوجوانیم خوندم، میگه انسان اونجایی که ایستاد و به خدا گفت نه شد انسان، همونجایی که اون میوه رو خورد و از اون بهشت تکراری بیرون اومد و به این دنیای پر از اسرار و رموز رسید که حالا توی این دنیای عجیب و غریب حالا خودشه که بایستی با همدستی شیطان، با نبرد با شیطان و با کمک از خداوند، یعنی ترکیب همه اینا بشه یک موجود خاصی که جهان رو از این به بعد معنا بکنه. و در اینجا هست که مثلا همه فرشته ها آمدن و به این انسان تعظیم کردن، ولی او اون یک گام رو برداشت و اون حرکت مستقل خودش رو کرد. موقعی که حتی در مبنای همه ادیان این نقطه رو ما ببینیم که ایستادگی انسان برای آزادی خودش یا فریب خوردنش، مگه میتونیم بگیم شیطان از خدا بالاتر بوده؟ ولی انسان فریب شیطان رو میخوره و اون کاری که خدا گفته مثلا نمیکنه به زبون عامیانش. بله. پس این نشون میده اساس وجود انسان از اون آزادی نگفتنش شروع شد و چون تونست این نه رو بگه، اومد به این دنیای پر از رموزی که نمیشناخت و گام به گام اومد جلو. حالا در اون فلسفه های علمی هم که تاریخ تکامل انسان هست که میرسه به تقسیم کار و تقسیم ابزار و تقسیم جوامع و بعد این پیچیدگی که ما رو رسونده به اینجا، مجموعه این حرکت ها، نگاه های فلسفی، نگاه های دینی، رسیده به امروزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اون فقه، به عنوان اون دستور عمل زندگی و به عنوان روابط انسان ها با هم دیگه یک تعریف بین المللی داده که خوشبختانه بعد از اون که اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاد شد، بعد از جنگ جهانی دوم در دهه 1962 تا 68 هم حقوق معیشتی هم به این اعلامیه جهانی اضافه شد. این علاوه بر آزادی های مثل بیان و دین و زندگی و همسر و محل زندگی و حق سفر و اینا، حق کار، حق مسکن، حق بهداشت، حق داشتن سلامتی، حق آموزش و حق رفاه و اشتغال هم به این آزادی ها و حقوق به عنوان حقوق اضافه شد و اون جامعه میتونه بگه من منافع ملی دارم که همه این حقوق برای همه انسان ها بدون اینکه به همدیگه صدمه بزنن رعایت میشه. چگونه این آزادی ها به اون نقطه میرسه؟ جامعه که تشکیلاتی بشه. از کجا تشکیلاتی میشه؟ از اونجایی که به کف جامعه برمیگرده و اونجایی که مردم باید کار کنن، اقتصاد به وجود میاد. چرا کار برای شما اقتصادی نگاه کردن؟ چون اون اقتصاد اساس اول بودن ماست. نون و آب و برق و نمیدونم خواب و استراحت و دارو و پزشک و درمان و آموزش، این میشه اقتصاد. موقعی که مردم همه این شرایطشون در خطر هست، میان به شما میگن آقا مسئله اقتصادیمون باید حل بشه. حالا چه حکومتی، چه دولتی، با چه اسمی حاکم است، باشه، عیبی نداره، اگر با رأی واقعی مردم و بدون سانسور، بدون سرکوب، بدون تقسیم کردن مردم به کم و زیاد به وجود میاد اون سطح اقتصادی مردم، که چه بهتر. اتفاقا نکته همینه آقای حسین، ببینید دقیقا بحثمون همینجاست که حالا آقای تبرزدی گفتن نمیخوام بحث نظری بکنم، شما یه بحث نظری مبسوطی رو انجام دادید که نقطه خوبی هم ما رو رسون. سوال این هست، خیلی کوتاه بفرمایید که
در شرایطی که خود شما بودید در ایران و وضعیت هولناکی رو تجربه کردید به دلیل فعالیتتون، الان وقتی از بیرون نگاه میکنید مسیری رو که در همین چند ماه گذشته آمده، چقدر ما برشک بعد مقایسه بکنیم با نمونه هایی که در طول همین 30 چند سال گذشته داشتیم؟ نمیخوام الان حداقل بحثمون این نیست که در یک شرایط آرمانی اگر وضعیت خیلی بهتر بشه بسیاری از اما اگرهایی که الان هست اگر نباشه چه میشه. در شرایط فعلی آقای تبرزدی گفتن مقایسه با دولت احمدی نژاد یا شرایط گذشته، آیا وضعیتی رو میبینید که دولت آقای روحانی داره در جهتی حرکت میکنه که همین اکثریتی که شما داشت صحبت کردید رو بتونه معیشتش رو تامین بکنه، بخشی از این فشارهای برشک روانی از روی بازار برداشته بشه، ثبات خاصی رو احساس بکنن، تحریم‌ها بخشش برداشته بشه، این مسیر رو شما حس میکنه در جهت منافع این اکثریت هست یا نه؟ ببینید، من اولی خیلی کوتاه بگم که همه آقایونی که الان در همین دولت آقای روحانی و در همین مجلس و در هر جای از این قدرت، نمیدونم تشخیص مصلحت نظام که آقای احمدی نژاد هم تشریف بردن اونجا و بقیه ارگان‌های قدرت در کشور ما، همشون در وضعی که امروز به وجود اومده نقش داشتن، بی کم و کاست، در شرایط مختلف به اندازه‌های مختلف، ولی همه نقش داشتن و همه مسئولن. این که امروز شرایط به جایی رسید که با اون تحریم ها و با اون وضعیت داخلی و اون نارضایتی که در جامعه به وجود اومده و عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت در کف جامعه و بی توجهی به نظریات مردم نمیدونن که قراردادهای نفتی داره بسته میشه چگونه است، مردم نمیدونن این انرژی هسته‌ای در ژنو داره قراردادش بسته میشه چگونه است، راست به مردم گفته نمیشه امثال من چرا باید اینجا باشیم، چرا تلویزیون جمهوری اسلامی نباید یه کانالی میداد که من سندیکایی اونجا با همکارا موقعی که تو میدون منیریه جمع شده بودیم، شبکه 6 خبر اومد فیلم از ما گرفت، قول ناموسی ازش گرفتم که پخش کنه این برنامه رو، نکرد. و بعد کار من برسه که بیام اینجا از حق خودم، همکارام، خانواده‌ام، مردم، هممیهنان و زندانی‌ها دفاع کنم. ببینید، آقای روحانی در شرایطی اومده بالا که خودش شرط بسته‌ای بوده، صاحبان واقعی قدرت که فرماندهای سپاه و شورای نگهبان و آقای خامنه‌ای و دیگران هستن، مجبور شدن به یه حداقلی مثل آقای روحانی را به اصطلاح اونا مجبور شدن، زمین که مردم هم مجبور شدن دو طرف، چون این ترس از جنگ و ترس از واپاشی کشور و نابودی تمام این زندگی که مردم داشتن زیر یک جنگ ناخواسته، خب همه رو به یک منطقی رسون که به این نقطه اعتدال حکومت و مردم رسیدن. بله. آقای روحانی هم حالا رفته یک کاری رو انجام داده، قراردادی رو امضا کرده که در داخل نمیگه خیلی هاشو به مردم، در این بیرون که ما هستیم خب خیلی هاشو میدونیم، در نیویورک تایمز چیزایی چاپ شد، همین رادیو فردا زحمت کشید یه قسمتایی ترجمه کرد دیدیم، نمیدونیم چقدر از مردم ایران واقعا این قراردادا رو واقعیتشو میدونن. این دانستنی که حق مردم الان در حق مردم ما رعایت نمیشه، به همین دلیل ما همش شدیم حداقلی، پس مجبوریم به این حداقلی که آقای روحانی در این قرارداد بهش رسیده خوشحال باشیم و بگیم بله، یک مرحله گذار کوچکی که فعلا ما رو از دمه تیغ جنگ دور کرده اتفاق افتاده، ولی این فقط به واسطه این نبوده که آقای روحانی این کار کنه، نه، یک خواست ملی بوده که انعکاسش در اون 18 میلیون رأی و اون کسانی هم که رأی ندادند از موضع همون عدالت خواهی و آزادی خواهی، فراموش نکنیم الان اون 10 میلیون 14 میلیون 15 میلیون هم که رأی ندادن و به اون جنای راستی های تندرو و سعید جلیلی ها رأی ندادن، اونا هم جزو همین جنایی هستند که با آقای روحانی رأی دادن، منتها از این منظر که دیدن حتی در دوران اصلاحات و در دوران همین انتخابات 88 که این بلا سر مردم ایران اومد و آقایون موسوی و کروبی خانم رهنورد رو بردن به حصر، بله، فایده ای نداشته، به این نقطه رسیدن. حالا این حداقلی که الان ما بهش رسیدیم که ما رو از لبه پرتگاه جنگ دور کرد، یه طرفش هم این وره که خود آمریکایی‌ها به نظر من نمیخواستن این جنگ رو ادامه بدن، ارتششون در افغانستان، در عراق، در خیلی از جاهای دنیا طی این 10-20 سال فرسوده شده، جنگیده، بسیاری از سربازایی که توی عراق و فلوجه بودن دچار انواع بیماری‌های روحی روانی شدن، طاقت جنگیدن دیگه ندارن، خود مردم آمریکا هم به این جنگ علاقه نداشتن و از طریق کنگره، از طریق تلفن‌هایی که به این رسانه‌های داخلی آمریکا زدن، آقای اوسانجو هم که میگه دولت ندارن. آقای تبرزدی هم اشاره کردن که اساساً دولت اوباما به دنبال گزینه نظامی نبود، ولی بحث این بود که این بن‌بست در مذاکرات گزینه ها رو محدود کرده بود و فضا رو به سمتی برده بود که گزینه دیگری حداقل به نظر میاد در شرایطی که تحریم ها داشت همینطور شدت پیدا میکرد نبود. به شما برمیگردیم آقای اوسانلو، آقای پهلوی، دو سه نکته مطرح شد، میدونم مطلبی دارید، میخوام این رو به یک نتیجه روشن برسونیم.
آقای روحانی و ظریف در حالا بحث این شد که 18 19 میلیون رای دادن و آقای روحانی بعد خواست اینها رو دنبال می‌کردن، دنبال این بودن که وقتی آقای روحانی اومد مسئله هسته‌ای که یک مسئله محرمانه بود در رسانه‌ها انعکاس پیدا نمی‌کرد، موقعی که در این مناظره ها مطرح شد بسیار از مردم شگفت‌زده شدن که این گونه اینها سر سیاست هسته‌ای دارن با هم تقابل می‌کنن و این انتظار برشک رای دهنده ها بود که این سیاست هسته‌ای تغییر پیدا بکنه، تحریم ها برداشت به وضع اقتصادی مردم بهبود پیدا بکنه. تمام پرسش که من مطرح می‌کنم در این جهته که اون خواست مردم که در این رای انعکاس پیدا کرده حداقل 18 میلیون یا عده دیگری که آقای استانو گفتن تا رای هم ندادن، آیا ما در این مسیر حرکت می‌کنیم که خواست مردم در این انتخابات با همه مشکلاتی که داره در درون دولت آقای روحانی داره در واقع خودش رو متبلور میکنه با همه محدودیتی که داره و همین حداقل ها رو در جهت منافع ملی داره تامین میکنه یا نه؟ خب اگه بخوایم فقط اکتفا بکنیم به حداقل ها، خب البته میشه زندگی در سطح مینیمم حیات رو تعریف بکنیم. مسئله این هستش که کشور ما قطعا خیلی بیشتر از این مردم ایران حق دارن که ازشون گرفته شده. این تمام این مانورها، تمام این اقداماتی که رژیم کرده، باز میخوام تکرار بکنم، موقعی بهش فشار میاد در حد حیات خودش که برای حفظ حیات خودش یه سری اقداماتی رو انجام میده و عقب نشینی‌های تاکتیکی انجام میده. همین بحث مسئله هسته‌ای، البته بحث مفصل حدود 10 دقیقه بیشتر هم فرصت نداریم، امیدوارم یک برنامه ویژه داشته باشیم در اصلا تمام این برنامه هسته ایران، من وارد اون نمیشم چون واقعا بحث طولانی است. اگه اجازه بدیم میخوام برگردم به یه نکته دیگه، ضمن اینکه نکات هم آقای تبرزدی و آقای استانلو رو 100% تایید میکنم و کاملا به جا گفتن، اجازه بدید چند نکته هم اضافه بکنم به این مطالب. تعریفی که داشتیم از دموکراسی، از حقوق بشر و نهادینه شدنش و کسبش در هر جامعه ای، یک جنبش خب نظامی است که در اون مملکت وجود داره، مکانیزم های حکومتی که وجود دارن، دسترسی مردم به حقوق خودشون، به دادگستری، به آزادی بیان و خیلی مسائل دیگر. اما یه چیزی این وسط فراموش نکنیم، همین وضعیت به حداقل اکتفا کردن موقعیتی رو امروز در کشور ما ایجاد کرده که ما از نظر اخلاق و فرهنگ رسیدیم به مرحله‌ای که کار کشیده به توحش و فحاشی تا دلسوزی و نگرانی به حال بغل دستیمون و نه فقط به حال خودمون. تا زمانی که جامعه در سطح کلانش حاضر نباشه فراتر از مطالباتش هزینه ای رو برای رسیدن به اون بپردازه، این به قول معروف جن رو نخواهیم تونست از این بطری خارج بکنیم. ولی بحث نیست که منظورم چیه، ابزارهای مردم در اختیار دادن، انتظاراتی که ما میتونیم ازشون داشته باشیم خیلی انتظارات خوبی هم هستش، آرمانی هم هست، امیدواریم که بسیار از این فضاهای دموکراتیک فراهم بشه، زمینه‌هاش آماده بشه، تمام صحبتایی که آقای تبرزدی و آقای استاندو با شما دارید میکنن. ولی بحث بر اساس این است که مردم انتخاب داشتن، به عنوان نمونه خیلی روشن گفتن آقای جلیلی و آقای روحانی. یعنی ما میتونیم الان اینجا صحبت از این بکنیم که آقای جلیلی رئیس جمهور است و سیاست‌هایی که ارزشی بود و در جهت در واقع منافع ملی رو از اون زاویه بهش نگاه می‌کرد و حالا آقای روحانی رو داریم، ما داریم در واقع در این محدوده صحبت می‌کنیم. طبیعیه که خیلی از بحثا که در مورد انتخابات آزاد اینها بارها صحبت شده، حرف بر سر اینه که الان دولت آقای روحانی، آقای ظریف دارن تعامل می‌کنن با بعضی از کشورها و همه مشکلاتی که وجود داره، نفس این که سیاست فعلی اون انحصاری رو که روسیه و چین بر مثلا سیاست ایران داشتن رو اگر این رو خارج بکنه، یعنی ایران از این فضا بیاد بیرون، گزینه‌های دیگری مثل آمریکا و غرب رو در کنار خودش، آیا این عملاً نکته مثبتی نیست برای منافع ملی ایران؟ ببین بستگی داره تعریفش رو کی میکنه. اگه جمهوری اسلامی به تعریف خودش بگه خط قرمزش کجاست، میگه خط، میدونید در واقع چی میگه؟ میگه خط قرمز من در تا اون زمانی است که همه کار خواهیم کرد که به بقای نظامی که معرفش هستیم کمک بکنه، ولی لحظه که بخواد فراتر از اون اضافه تر از خواست ما و تحمل ما به مردم ایران کمک بشه، در واقع خط قرمز رژیمه. یعنی شما ببینید که منافع ملت ایران در کجا باید تعریف بشه، ولی جمهوری اسلامی اینجاست، یعنی میگه تا اینجا شما هستیم، بقیهش رو ولش کن، مردم گدا باشن، بدبخت باشن، تمام این سرکوب‌هایی که داره انجام میشه و هزینه‌هایی که داره پرداخته میشه. ببین مردم ایران میگن خیلی خوب، اگه تنها گزینه ما انتخاب بین بد و بدتره، تازه چه خبر؟ 33 سال با این وضعیت مواجه بودیم، نتیجه تا به حال چه بوده؟ وضع اقتصادی ایران هرگز بهتر شده؟
از زمان انقلاب به این ور، وقتی که کشور ایران یک کشوری بود که بالاترین رشد اقتصادی رو داشت در جهان، امروز درست در منحنی معکوسش هست. چه روحانی، چه احمدی نژاد، چه نمیدونم دیگران و هر کسی بعدشون بیاد، همین وضع و همین آشام این کاسه است. پس شما چشم‌انداز رو چندان مثبت نمی‌بینید. ببینید اگه ما میگم شما اگه صورت مسئله رو به مبنای اکتفا به حداقل ها بخوایم تعریف کنیم، بله میتونیم خیلی صحبت ها رو بکنیم، میتونه بدتر بشه. حالا بس بر سر اینه که اپوزیسیون چه گزینه هایی رو پیش رو میذاره. حرف اینه که الان محدودیت ها در داخل هست، مردم انتخابشون بین آقای روحانی و آقای جلیلیه، انتخاب دیگری ندارن. یه بخش خیلی کوچیکشه. ما داریم صحبت از این میکنیم که رژیم فکرش کجاست، بقیه مردم فکرشون باز کجا باشه. چیزی که آقای اسانلو دارن میگن، چیزی که آقای تبرزدی و خیلی ها مثل اونها دارن میگن، کسانی که هزینه پرداختن و دارن میپردازن. ما اگه زمانی باشه که وقتی که مثلا ستار بهشتی کشته میشه، کیه که الان به داد خانوادهش برسه؟ وقتی که آدمایی مثلا حسین رونقی که فقط یه بلاگ نویس بوده، الان مادرش دنبالش میگرده که چیکار کنه، به داد اون نمیرسن. یا خیلی افراد دیگر مثل عبدالفتاح سلطانی و دیگرانی که در راه حقوق مردم دارن تلاش میکنن، هواشو مردم نداشته باشن. وقتی که اون زمانی که آقای اسانلو در ایران بودن و میخواستن بر مبنای حرکت مدنی، خواست طبقه زحمتکش، تشکیل سندیکاها و خیلی مسائل دیگر که میگیم، حالا من نمیدونم تو این تعریف حقوق انسانها و حقوق مردم ایران آقای روحانی به طور مثال جمهوری اسلامی چی میگه، ولی قطعا وقتی که مثلا بعضی از ماها میان میگیم که نه به اعدام نه به خشونت، ولی بعضی از این روحانیت سرکار میان میگن اصلا اعدام جزء اسلامه و مخالفت با اعدام یعنی مخالفت با اسلام، از کجا شروع کنیم و از کجا ببینیم که این مسئله از هم جدا من میشه؟ من یه پرسش دارم. اینا سوال آقای روحانی باید جواب این سوالا رو در عمل بدن، وگرنه خب بله دیپلماسی ممکنه که یک امتیازی دولت امریکا بخواد از ایران بگیره، یا فردا کشورهای خلیج فارس بخوان از ایران بگیرن در موقعیت ضعف و ممکنه خیلی از این ترکمنچای‌ها ادامه داشته باشه. این وسط آیا حکومت جمهوری اسلامی در کل، یادتون نره آقای روحانی یک عاملی است در قبال یک حکومتی که در رأسش هم طور که آقای اسانلو دقت تعریف کردن در اصل قدرت دست کیاست؟ حالا این تلاش‌ها رو می‌کنن، خب بله ممکنه از نظر بعضی مسائل یه مقدار فشار رو مردم کمتر بشه، بله ممکنه از لحاظ خیلی مسائل هم طور که گفتیم کار به جای باریک نکشه، اما ببینیم و تعریف کنیم. من یه سوال دارم، میخوام از هر سه شما پاسخ بگیرم، 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اپوزیسیون خارج از کشور، شورای ملی ایران، خود شما چه اقدام عملی انجام دادین در جهت تامین منافع ملی ایران؟ ببینید اگه تعریف از منافع ملی، نکته که آقای تبرزدی اشاره کردن این بود که حاکمیت مردم باشه، اساس حاکمیت ملی بایستی یک مبنای دموکراتیک داشته باشه، چیزی که جمهوری اسلامی مطلقاً نیست. وقتی که دموکراسی به مفهوم حاکمیت مردم، یعنی حق تعیین سرنوشت، یعنی حق رأی آزاد بدون هیچ سانسور و فیلتری وجود داشته باشه، آنگاه میتونیم مدعی باشیم که نمایندگان واقعی مردم سر کار هستند و دلسوزانه و ضمناً با یک مسئولیت پاسخگویی به اون جامعه در بخش دولت و حکومت تلاش میکنن در حفظ خواستهای کل اجتماع و پایه‌ریزی نهادهایی که کمک میکنه به حفظ حقوق افراد. جمهوری اسلامی از بد و وجودش، جمهوری اسلامی نه کلام بیشتر نه کلام کمتر، به تعریف ولی فقیه از دیدگاه خاصی ایدئولوژیک که خودشون بوده از روز اول، همچنان هم هست، فعلا دست آقای خامنه‌ای است و در نهایت میخوام بگم این یک تضادی داره با اینکه چگونه واقعا میشه بین روی. حالا چون میپرسید شورای ملی چی میگه، شورای ملی در اصل صحبت از انتخابات آزاد میکنه. من بحث مثلا اینه، اقدام عملی آیا چیزی ما داریم، یه پروژه بگیم که شورای ملی یا بخش دیگه اپوزیسیون از نقطه صفر به صد، از یک به پنج رسوندن، آیا چنین چیزی وجود داره؟ کار در مبنای اول چگونه ما میتوانیم از جهانیان، به هر حال یه جای هستش که ما نگاه اولمون به کشورهای آزاد و دموکراتیک هست دیگه، چون همچین وضعیت رو تو کشور خودمون میخوایم. اگر مردم ایران امروز در داخل کشورشون دموکراسی بود، این همه آدم نمیادن به خارج فرار بکنن و بیان پناهنده بشن تو کشورهای مثل آلمان، فرانسه یا کانادا یا امریکا، بلکه در ایران الان دموکراسی نیست. حال یکی از پارامترهای عملی کمک کردن به کنشگران و فعالین سیاسی در داخل کشور در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با دموکراسی، توجه جهانیان رو به این مسئله سوق دادن این هست که
خواستهایی که دارید و اهرم‌های فشاری که میگذارید بر دولت‌های مثل جمهوری اسلامی که ناقض کامل حقوق بشر هستن، این نیست که فقط اکتفا بکنید به مذاکرات دیپلماتیک سر پرونده هسته‌ای، بلکه مسئله حقوق بشر و آزادی سیاسی رو فراموش نکنید. و اضافه بر اون چه راه‌هایی هست که میتونیم این نوع کمک‌ها رو بیشتر بکنیم از نظر ابزاری؟ چون از خارج خیلی کارا رو میشه انجام داد که در داخل نمیشه انجام داد، ولی خارج محدود به یه سری کارها، از کار رو به داخل ایران بردن هست و این یکی از کارهایی است که همیشه دنبالش بودیم و هستیم و به هر حال شورای ملی هم هست. آقای طبرزاده و آقای اوسانلو، خیلی کوتاه دو سه دقیقه پایان برنامه مونده، پاسخ همین پرسش رو از شما بشنویم. شما مدت ها در زندان بودید، اپوزیسیون خارج از کشور به نظر شما چه اقدامی رو در جهت تامین منافع ملی انجام داده؟ خیلی کوتاه بفرمایید. اجازه بفرمایید که من اپوزیسیون خارج کشور رو با دموکراسی خواهان داخل با هم جمع بزنم و بگم حداقل تا یک دو دهه گذشته که من خودم توی این مبارزات فعالیت داشتم، ما از طریق جنبش دانشجویی، جنبش مطبوعات، ما خودمون پیام دانشجو، هویت خیش، گزارش روز، جبهه متحد دانشجویی، مجموعه میتینگ هایی که برگزار کردیم و این میتینگ ها بحث اصلاح جدی ساختار رو مطرح کرد و پس از اون مسئله سکولار دموکراسی رو در کنار جنبش مطالبه خواهی که کارگرها داشتن که جناب اوسانلو توضیح میدن، زنان داشتن، ملیت های ایرانی داشتن، نهادهای حقوق بشری داشتن، در طی حداقل دو دهه گذشته جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران با الگوهای معینی و با حمایت و همدلی اپوزیسیون توانسته است الگوهای آزادی خواهی و دموکراسی سکولار رو به شکل برجسته مطرح بکنه. امروز جمهوری اسلامی در تمام صحبت‌ها و گفتمان خودش همواره وحشت داره از این گفتمان، این گفتمان آزادی خواهی، و اساتید رو اخراج میکنن، میگن که اینها سکولار هستن، نمیدونم بحث اعدام وقتی که نه به اعدام مطرح میشه وحشت میکنن، میگن اعدام جزء اسلام است. حتی در بالاترین سر رهبری جمهوری اسلامی اومد و اعتراف کرد اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن اونا هم بیان رأی بدن و این اولین بار بود. بنابراین به نظر من از نظر روشنگری، سازماندهی، شفافیت در مواضع جنبش دموکراسی خواهی با اتکای با جنبش های اجتماعی و توده های مردم حرکت های بسیار بزرگی انجام داده. بله. و در جنبش سبز شما دیدید که وقتی که مردم بخشی از این جنبش بودن و اومدن توی میدان و جنبش سبز رو رقم زدن، به نظر من منافع ملی از این مجراست و منافع ملی از طریق یک دولت سکتاریستی یا ایدئولوژیک نمیتونه معنا پیدا بکنه مگر به شکل دفعی و آنی، و اون هم وقتی که به شدت زیر فشار قرار میگیرن. تحریم ها برخلاف نظر احمدی نژاد داره اقتصاد و سیستم اجتماعی خود اونها رو فرو میباشه، نتیجتا میان فضا رو بازتر میکنن. به همین دلیل من عرض کردم بله. وقتی که ما ببینیم دولت روحانی حتی یک گام به سمت دموکراسی، منافع ملی و حقوق بشر یک گام برداره، در اونجا ما هم تایید میکنیم، البته به عنوان یک گام که میدانیم در نهایت خود جنبش های دموکراسی ها بایستی که به نتیجه نهایی برسونن کار رو. آقای اوسانلو 30 ثانیه فرصت داریم کلام آخر از شما بشنویم. در 30 ثانیه میتونم فقط احترام بگذارم به کسانی که زیر این فشارهای بسیار سختی که من میدونم چقدر رنجاوره در داخل کشور، هر کار کوچیکی کارگرها، معلمها، امثال دانشجویان حشمت و زندانی ها میکنن و برای اونها ما پشتیبان باشیم از بیرون. بسیار سپاسگزارم از شما آقای منصور اوسانلو، آقای حشمت الله طبرزدی. امیدواریم فرصت باشه واسم با شما در ارتباط باشیم از داخل ایران. شاید بزرگ قدر از شما تشکر میکنم برای حضورتون در این برنامه. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه فراموش نکنید. تا افق یک شنبه.